سلام و شب شما بخیر. به برنامه در کابل چی مگذرد با من زرمینه محمدی خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقاد از نبود خدمات ضروری عامه در مکرویانه های کابل. شما از باشندگان مکرویان اول کابل از آنجا که نبود خدمات ضروری زندگی در این بلاک ها میگین شکایت دارند. متهم شدن شهرداری کابل با برخورد سلیقه‌ای. یکی از کارمندان پیشین بخش تنظیف شهرداری کابل ادعا دارد که به گونه غیر قانونی از سوی این نهاد برکنار شده است. انتقاد از متوقف شدن روند توزیع پاسپورت. همزمان با گسترش بیماری کووید 19 وزارت امور داخله توزیع پاسپورت جز برای بیماران را متوقف کرده است. و افزایش بی‌نظمی ها و ازدحام ترافیک در جاده میدان هوایی کابل. شما را از باشندگان کابل میگن که بسیاری از بخش‌های این جاده به محل ایست غیرقانونی موترها مبدل شده است و یک چهارراه تا چهار راه دیگر باید ساعت‌ها در رابندی ها گیر بمانند. در این برنامه به چالش‌های شهری کابل می‌پردازیم تا راه‌های حل بر آن سنجیده شود و کابل برای زیستن باشد. شماره از باشندگان مکران اول کابل از آنچه که نبوده خدمات ضروری زندگی در این بلاک ها میگن شکایت دارن. بسیاری از آنان میگن که بسیاری وقتا برق ندارن و آب نیز پس از 4 تا 5 شبانه روز برایشان توزیع می شود. شمار دیگر از آنان میگن که 2 سال است مرکز گرمی های این بلاک ها غیر فعالن و بسیاری وقت ها فاضلاب به محوطه این بلاک ها سرازیر می شود. شماری از باشندگان و وکیلان مکروریان اول کابل هستند. از آنچه که چالش ها در ارائه خدمات بود و باش در این بلاک ها می گویند اینجا گرد آمده اند. بیبرقی و نبود آب 2 چالش بزرگ این باشندگان است. مکروریان در یک حالت بسیار رقتبار، اسفناک و حتی وحشتناک از ناحیه ارائه خدمات قرار دارد. نبود برق منظم، نبود آب، نبود مرکز گرمی با در نظر داشت اساسات و ویژگی های ساختمان از این بلاک ها در طول زمستان واقعا درد را با استخوان مردم رسانده. مکرویان ها بدون آب شما میدانید که فلج است. مکرویان بدون آب زندگی در مابینش مشکل است. در منزل های 4 ما قطعا او نمیرسه میاله 5 خوب بیخی به 4 برشان نمیرسه. غیر فعال بودن مرکز گرمی های این بلاک ها هز شکایت های دیگر این باشندگان است. آنان ادعا دارند که 2 سال است این چالش وجود دارد، اما هیچ کسی به آن رسیدگی نمی کند. 2 سال میشه که مرکز گرمی ما چالان نیست. یه از اما سالهای پیش هم که بود از مکرویان 4 در اینجا بود که از طرف روز گرم نمی شد، از طرف شب گرم می بود. این مشکل خیلی با کی بگیم دیگه؟ بعد این مردم میریم خو میگن و خلاص هیچ اجراات نیست. باید به زودترین فرصت دولت یک تصمیم بگیره. این باشندگان میگویند که سالانه هر بلاک تا بیشتر از 4000 افغانی در بدل خدمات آب و کانالیزاسیون میپردازد، اما با سرازیر شدن فاضلاب به محوطه بلاک هایشان و نیز افزایش ناامنی ها زندگی برایشان در این منطقه دشوار شده است. کهنسال ما تیر میشه لباس دور از بی نماز میسازه. اگر یک طفل خرد ما تیر میشه او را مثلا دانه ها به دستای مردم میبرایه. مشکل اساسی در این است که اینا یک کمک بیدار شوند، یک کمک احساس پیدا بکنند به خاطر خدمت به ریزی وطن. ما پیشنهاد کردیم به خاطر امنیت مکرویان که یک دیوال احاطه شوه و اونا را حفظ مراقبت در نظر نگرفتن. اگر اینمی دیوال احاطه شوه و 4 زون دروازه شانده شوه از طرف حوزه کدام مسئولین یا خود مردم همکاری کنه شاید جلو ناامنی ها گرفته شوه. اما مسئولان تصدی مراقبت از مکروریان ها با رد ادعاهای این افراد می گویند که این تصدی با فعالسازی ذخیره آب تپه نادرخان با گنجایش 2 میلیون لیتر آب چالش های کمبود آب این بلاک ها را حل کرده است و نیز در تلاش تجدید شبکه مرکزگرمی ها تا سال آینده است.
که ما در 24 ساعت تقریبا 12 ساعت یا بیشتر از او آب میرسانیم، البته وقفه ای. ما در رابطه با سیستم مرکز گرمی گفتی، مرکز گرمی از 2 سال قبل به این طرف غیر فعال بوده که خوشبختانه کار تکنیکی صورت گرفته، برآورد صورت گرفته، ان شاء الله برای رئیس جمهوری پیشنهاد میشه تا از طرف مقام محترم رئیس جمهوری منظوری داده شود و ما بریم به طرف تجدید شبکات. بر بنیاد آمارهای تصدی مراقبت از مگروریان ها، بیشتر از 2500 آپارتمان تنها در مگروریان نخست و بیشتر از 10000 دیگر در سراسر مگروریان هاست و 412 تن کارمند مشغول ارائه خدمات برای این بلاک ها در چهارچوب این تصدی هستند. به گفته این اداره، همگنون از 21 چای هاب برای آبرسانی به این بلاک ها کار گرفته می شود. در همین مورد بحث داره مهمانان من در این بحث، آقای صفی‌الله کریمی وکیل مکروریان اول و همچنان آقای انجینیر محمد هارون رحیاب معاون فنی شرکت حفظ و مراقبت مکروریان ها. سلام، خوش آمدین به برنامه. آقای کریمی، من میخوایم که بحث با شما آغاز بکنم. مکروریان ها به ویژه مکروریان اول اگر تنها مد نظر بگیریم 2500 آپارتمان که این مکروریان داره، اما زندگی در این آپارتمان ها چگونه است؟ اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما مهمان محترم و دوستانی که ما را سپرده تلویزیون میبینن. اول سلام برشان تقدیم میکنم. مشکلات در سطح مکروریان به عد و اندازه آخر در این اواخر بسیار زیاد شده. بله. به طور مثال براتان بگم، اصلا آب وجود نداره. اصلا قبلا یک تعداد چاهایی بود که در مساحات حفر شده بود که واتر پمپ های زنا 45 و 35 کیلووات بود، اما نمیدونم نظر به کدام موضوعات این واتر پمپ ها تبدیل شد و با واتر پمپ های 5 کیلووات، 15 کیلووات و 18 کیلووات اونا را کشیدن و ایوادش اینا را جای بجای کردن. آب اصلا نیست، مرکز گرمی به دو سال اصلا ما هیچ نداشتیم و اصلا کسی کوشش سرش نکرده و موضوع ای که اصلا اینا یک اراده درست ندارن که به خاطر خدمت برای مردم مکروریان. و موضوع اساسی بود که امشب شما محترم انجینر صاحب اینجا دعوت کردین. بله. ما اینا سوالای ما را پاسخ داده نمیتونن، سوالهای ما را پاسخ داده نمیتونن و شخص خود رئیس صاحب باید بیامد که صحبت میکرد، شخص خود رئیس صاحب باید صحبت میکرد. متاسفانه که اینا رو روان کردم، ما با اینا هیچ کدام مشکلی نداریم، این بشاره خودش صلاحیت نداره. اصلا شما واقعا با رئیس مشکل دارین یا که مشکلات در مکروریان ها به حد است که مشکلات در مکروریان ها بسیار زیاد است؟ چون این برادر نو بم کرسی آمده، معلومات کافی خب شما مشکلات را بر بشمارین. ما از آقای رحیاب خود پرسیدیم که راه حلش چیست. نداریم آب بله. نداریم، مرکز گرمی نداریم، سیستم فاضلاب بر روی سرک میبره، این مشکلات است. بله، ببخشید یک موضوع دیگرم در قسمت برمان یادآوری میکنیم. در این اواخر یک سلسله بی امنیتی ها در داخل سایه مکروریان به وجود آمده که اینا موقعی که ما مردم با مو پول بخور نمیره که داشتیم، یک مقدار پول از رو صرفه‌جویی کردیم و یک تعداد پنجره ها را به خاطر حفاظت خود، ما به خاطر حفاظت مساحات سبز خود و به خاطر حفاظت مردم خود گرفته بودیم. متاسفانه که جناب رئیس از مصوبات های یا از امر از معاون صاحب اول استفاده سو کرد، اونا برایشان گفته بودن که شما برین بعض راههایی که بند است او را باز بکنین، اما متاسفانه به یک شکل اینا آمدن، به یک شکل فجیع آمدن، این مکروریان هم تکه تکه کردن، هیچ چیز برش نماندن. اما متاسفانه که امروز ما شاهد ازی هستیم که در مکروریان ها هر شب یا یک شب دبن یا دو شب دبن که بلای بلاک هاست زیر تاکویا دزدی میشه، خانه های مردم سرقت میشه، چون پلیس بیچاره نمیتونه با یک کمیتی که در حوزات است اونا نمیتونن که تمام 24 ساعت تامین امنیت بکنن. فرض مثال ما در سایه مکروریان اول ما دینا رو شاهد صحنه هستیم که یک جوان ما را استاد کردن، موبایلش را گرفتن، پولش را گرفتن و رفتن و دلیلش چی است که تمام راههایی که قبلا سارقین از فرار میکردن اونا را باز کردن. دوباره به شما برمیگردم آقای رحیاب، از شما میخوایم بپرسم مکروریان ها آنچنان که شما هم بیشتر در این مورد میدانین یکی بهترین از ساختمان ها تا این دمه بر زندگی بوده، اما چرا با این مشکلات از جمله آب، نبود برق، مشکلات که در بخش فاضلاب روبرو هستن مردم زندگی را برشون دشوار ساخته در این بخش ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر بینندگان محترم تلویزیون شما و سلام به مهمان محترم برنامه شما. متاسفانه در این اواخر از مدت 3.5 هفته به این طرف
پایه های برق وارداتی 20 کیلو ولت از طرف دشمنان روشنایی و دشمنان از این وطن منهدم میشه که شما همه در جریان قرار دارین. اگر ما بله. صحبت بکنم شاید می تلویزیون هم که فعلا ما و شما صحبت میکنیم توسط جنراتور شما فعلا چالان از جنراتور برق مشکل عام است. مشکل خود داره مشکل عام است که متاسفانه این نبود برق نهایت ضربه اقتصادی را دامنگیر ریاست محترم برشنا و صدمیش به مردم هومه شهر کابل که زندگی میکنن رسیده، متاسفانه به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن که از این مسئله مردم شریف مقروران ها مستثنا نبودن که فعلا ما نهایت ما در سیستم شبکه آبرسانی خود در 3.5 هفته پیشتر کدام مشکل نداشتیم، در شوت فاضلاب خود اصلا مشکل نداشتیم، ما هیچ گونه مشکل در سیستم فنی و تکنیکی خود نداریم الا که برق 24 ساعته برای ما تامین شود، هیچ گونه مشکلی در سیستم شبکه فنی و تکنیکی ما وجود ندارد. چنانچه که در این اواخر همه دوستان ما شاهد از این مسئله هستند که ما تپه نادرخانه، ذخیره تپه نادرخانه که از مدت 14 سال به این طرف غیر فعال بود، با تلاش تیم فنی و تکنیکی خود ما او را فعال ساختیم تا بتوانیم خدمات 24 ساعته اجتماعی که مردم مقروان شایستش هستند انجام بدیم. ما کسی هستم که با شما صحبت میکنم مدت 3.5 هفته شده که 48 ساعت وظیفه اجرا میکنم، یعنی شب روز 2 بجه شام امی بزرگواره که همیجا تشریف داره که مرا گفته که انجینر صاحب کجاستی، گفتم بیدار هستم. ای تو وقت شده که سر ما یک روز دیگر روز شده، این روز گذشته شب گذشته. مشکلات پس حل نشده؟ مشکلات 4-5 شبانه روز بعد بعد کسانی که در مکران اول زندگی میکنن آب تازه میشه، پس چرا؟ مشکلات نبوده برق است متاسفانه، و همچنان جنراتورایی که بعد از رسما فعلا قرار داره از لحاظ انتروال فنی و تکنیکی که خدمتتان ما به عرض میرسانم، یک جنراتور باید مدت 6 ساعت با لودی که ما با او مندازیم باید فعالیت بکنه، 6 الا 4 ساعت جنراتور ها گرم میان، اونمو ریتی که ما میخواهیم که فشار برسه، یک دم جنراتور که گرم اومد ما مکلف هستیم که جنراتور را خاموش بکنیم، هرگاه جنراتور را خاموش نکنیم متاسفانه میسوزه. امی ساعت 7 وجم که من میامدم به می طرف و برنامه شما از صاحب کار خود که آمدم در منزل 3 آب موجود بود و ای طور هم نیست که از مدت 3 هفته به ایسو هیچ آب نبوده باشه، چنانچه که خود برادر بزرگوار ما شاهد این مسئله است. آقا رهیاب اجازه بدین یک مسئله رو با شما روشن بسازم. نه تنها مکران اول، دیگر مکران ها تمامش با عین مشکل مواجه هستند. من یک از این مکران ها را شاهد هستم که مردم باید به زور برن و مسئولی که توزیع آب بر عهده داره برای او فشار بیارن و هر بار نزدش مراجعه بکنن تا آب بر مردم توزیع بکنن، آنم ساعت 6 صبح بر مردم توزیع میکنه یا 2 روز و 3 روز بعد توزیع میکنه. با این حالت فکر نمیکنین زندگی در مکران ها دیگر دشوارتر از گذشته است؟ شما اجازه بدین اینمی تمام مسئله ای که شما صحبت میکنه روی مسئله مدت 3.5 هفته میشه که برق وجود نداره. وقتی که برق نبوده باشه، خب این مشکل 3.5 هفته نیست، چندین سال است که عین مشکل است. چندین سال این مشکل نیست. در رابطه با واتر پمپ های 45 کیلووات خدمتتون عرض برسانم، در اصلا رساندن 24 ساعته آب به باشندهای محترم خب شایسته هستن، حتی در اروپا، امریکا، جرمنی و کشورهای سایر کشورهای دنیا را که شما برین 24 ساعته آب نیست. خب شاید این طرف نباشه که 5 روز آب توزیع کنه. قسمی که شما سر بامبار اجازه بدید، قسمی که سر بامبار شما موسیونی مفته میشه، قسمی که سر بامبار شما مشاهده کردین ذخایر موجود است در سر بامبا و در از طرف روز مشکل ما میپذیریم، اما مشکلی که وجود داره از جانب ما در یک بلاک 11 دانه نل آبیاری سرسبزی را جمع کردیم، در صورتی که ای آب آشامیدنی است، قالون‌شویی توسط ای آب صورت میگره، موتورشویی توسط ای آب صورت میگره، متاسفانه استفاده های بی جایی که نباید صورت بگره که توسط ای آب صورت میگره. آب مکرویان ها آبی است که میتر نداره. خدماتی را که ما به مردم شریف مقریانا انجام میتیم در بدل 4 افغانی انجام میتیم که 2 افغانی ازی
میره به انتقال کثافاتشان از زیر بلاک ها که میره به طرف شاروالی محترم کابل کوره انتقال میده. یک افغانی از این میره به استهلاک ماشینالات سیستم تکنیکی ما و میمونه یک افغانی. شما باور بکنین که ما فی کیلووات بر ریاست محترم برشنا 13.75 افغانی پول میتیم از خدماتی. خدماتی که با ما با باشندگان شریف محترم مکرونا انجام میتیم 19 افغانی برای ما تمام میشه. بله دوباره به شما برمیگردم آقای گریمی، این صحبت ها بر شما قابل قناعت است؟ اصلا نه. دلیل شما براتون میگم، دلیلش این است که تقرری های بسیار به جای. یک به طور مثال خسرو بریش به جناب رئیس به حفظ مراقبت امی اداره را به شکل یک فامیل خود جور کرده، اقارب شخصی خود در اونجا آورده. مثلا یکیش هم مثال براتون میتونم، خسرو بریش است، در ایران یک کارگر فنی بوده، اما امروز اینجا تقریبا کنترلر زمین آدم هم است که انجینیر است. متاسفانه خسرو بریش کنترلر زمین مهندس فنی است. یک برادر خود آورده مدیر حفظ مراقبت مکرویان 3 و 4 ساخته، در حالی که اصلا به حفظ مراقبت اصلا چیزی اصلا نمیفهمم. و سوال اساسی اینجاست که خود رئیس به حفظ مراقبت، خود رئیس به حفظ مراقبت آدم فنی نیست، آدم فنی نیست، او در مکرویان زندگی نمیکنه که از مشکلات نمیفهمه. شما باور به خدا کنین، مگم سایم است منزل بالای سر ما، شاید امیل صدای ما را بشنوه. یک مادر سرسفید است و یک دخترش است که دو دونه طفلکای خور داره. شما باور به خدا کنید در پنج منزل آب بالا کردن برای بشاره، امروز برای ما آمده میگه برادر من رخصت لو بده، ما خودم او برش بالا میکنم. تقرر اشخاص غیر فنی در ادارات است که اونا اصلا به اداره نمیفهمند که سبب شده خدمات به مردم ارسه نشه. بله یگانه دلیلش اینمی است که اشخاص فنی در سطح امو اداره کار نمیکنه. اداره را به یک شکل، با معذرت من خصومتی با کس شخصی ندارم، چون مردم میان مشکلات خود برای من میگم. من به طور مثال یک سایه دیگه است که در پشتر بلاک 42 و روبری مکتب لامه شهید است که سایه قبلا سایه سبز بود، نظر به لزوم دیده امو زمان یکی از وکلای پارلمان اموجا زندگی میکرد و به خاطر از اینکه امو گاردایش اموجا باشه، اونا هم گاردای خودم سایه را گرفته بودن، یک سایه محدود برای خود یک پست امنیتی جور کرده بودن. موقعی که ام وکیل صاحب سایه را ترک کرد، اینا گرفتن و سایه را به یک مارکیت جور کردن که به خدا امو فرق از اون سایه و پل سوخته هیچ نیست. اگر مشخصا روی آب و مشکلات دیگر بلاک ها اگر صحبت بکنیم، در بخش آب آقای رحیا اشاره کردن که استفاده بی رویه از آب عملا صورت میگیره. ما به ارتباط براتون نگات میزنیم. ما در حدود 10000 آپارتمان در مکرویان زندگی میکنیم، شاید 100 نفر شاید می کارا بکنه، اما کل مکرویان کارا نمیکنه. شاید 100 تا می کارا بکنن، کنم تیمای زنا میگردن، در صورتی که اما مردم از این قسم استفاده میکنن پایپاشو نمیبرن. این شاید در 10000 خانه 100 نفر می کارا بکنه و بسیار او همیشه نیست، بسیار مقطعی است، 24 ساعت نیست. اینا یگانه مشکل اساسی، باز هم از طریق میتری بینی شما میگم، یگانه مشکل اساسی امی است که اشخاص فنی در سطح اداره وجود نداره. کلش تمام اقارب خود خیش قوم خود در اداره آورده به نام این آن. گفتم براتون میگم کارگر مزدورکار ایران آورده اینجا کنترلر یک انجینیر ساخته. بله آقای رحیاب پاسخ شما. خدمتتون برس برسانم که جناب کریمی صاحب بزرگوار گفت 100 نفر نه. بله. ما داریم 280 بلاک. اگر 100 بلاک ما همی کاره بکنه، 100 بلاک ما اگر همی کاره بکنه، شما باور بکنید که 12.5 میلی نیم اینجا ما میشه، نیم اینجا ما 25 میلی میشه و 12.5 میلی که قطر داخلی شب خدمت تان عرض میکنم. درست. ای آب ایلابته تقریبا که ما سنجش خود داریم 12 اینج میشه. وقتی که 12 اینج آب در بیرون بره چی باقی میمانه که بر در منازل؟ اما این مشکل اساسی نیست. مشکل اساسی یگانه مشکل است که بخیر اگر اینمی تامین برق ما به صورت 24 ساعته صورت بگیره، از امیجا من صدا میکنم بالا ریاست محترم برشنا کابل که
شما کوشش بکنین که برق واترپمپای زیرابی ما را و سیستم کانالیزاسیون ما را متداوم برای ما برق بتین. هیچ گونه مشکلی در سیستم فنی و تخنیکی ما نیست. در رابطه با موضوعاتی که اگر برق باشه شما هیچ مشکل نداری، در رابطه با آقای کریمی میگن که برق هم مگر باشه آب نیست. بسیار خوبه، برق تا برق است. همینطور که برقی که در داخل خانه ها و آپارتمان است 220 کیلووات است. بله. برقی که ما کار داریم 380 کیلووات باید باشه. ولتاژ 380 باید بوده باشه. درست. یعنی در انتروال اگر از 400 420 باشه و 450 باشه، هم ما واتر پمپ اجازه نداریم، اصول تکنیک و فن ما را اجازه نمیده چالانش بکنیم، میسوزه. و اگر از 350 ولتاژ با آن هم پایین باشه ما اجازه نداریم را چالان بکنیم، واتر پمپ میسوزانه. اینجا مشکلات های فنی و تکنیکی. خب شما صحبت کردین این مشکلتان را با شرکت برشنا؟ 100% مکاتیب دادیم، مکاتیب متعدد. اونام یگانه استدلالشان بر این است، میگه شما آیا از این اوزایی که افتوار پایه ها را ملحدم می سازن دشمن ها از روشنایی شما با خبر نیستید؟ در عمومی شهر کابل متاسفانه مشکل وجود داره. شما باور کنین در ساحات خیرخانه و ساحات قلعه زمان خان، ساحات کارتینو به 8 روز ما اون نمی آید. و اما امی فعلا که خب این دلیل نمیشه که شما در مکران ها اجازه بده امی خدماتی را که ما امی فعلا انجام میدیم. درست. ما آماده استم و چلنج میتونم به ادارات کابرسانی میکنن در شهر کابل امیر انجام داده نمیتونن. مشکلشون چیست؟ مشکل وام نبوده، برق است. و اما خودم که صحبت میکنم، من یک دیپلم انجینر هستم، در رشته خود ماستر هستم و کسی هستم که 12 سال است از بست 5 شروع کرده، در فعلا در بست 2 مردم شریف مردم مشکل در بخش کار شما نیست این که شما چگونه کار را انجام میتین. مشکل این است که چرا خدمات به شکل درستش به مردم ارائه نمیشه. اگر آب بر شما بگویم شما استفاده بیروی آب گفتین، خب مردم اگر قالین خود نشویه چی کار بکنه؟ سر سبزی را مسئولیت شما است، مسئولیت شهرداری کابل است که در این بخش باید اقدام بکنه. اگر اقدام نمیشه پس مردم مجبور هستن خودشان دست به اقدام شون. یک مورد، مورد دیگر در بخش فاضلاب، منزلهای اول مکران ها به حد با مشکل مواجه هستند که فاضلاب زیاد میشه، حتی به خانه های از اینا سرازیر میشه از داشناب ها. به این وضعیت مردم زندگی میکنن و شما میگین که کار کردین بر مردم، پس در کجاست نتیجه کار شما؟ نتیجه کار ما گفتم که متاسفانه مدت 3.5 هفته شد که گپ ما پای ما را به جا کشوند. اما آقای کریمی میگه این چنین نیست. پیش از او هیچ مشکلی وجود ما گفتم ای کاش که آل امی اصول فن و تکنیک تاریخ نیست که ما بیایم روی از او در یک تریبون صحبت بکنیم. باید عملا اونجا بریم توسط کمره خود مشکلات از نزدیک باید مورد ملاحظه و مشاهده قرار بدیم. شما مسئولیتان است مشکل حل بکنین به مردم خدمات ارزه کنین. مشکل حل میکنیم، وظیفه ماست که مشکل حل کنیم. اینمی لحظه که اگر برق ما که با شما صحبت میکنم 24 ساعته شما مشکل امی لحظه مشکل ما حل میکنیم. آب در منزل 6 میرسانیم، دفع کانالیزاسیون مشکل داشت، ریسمان مردم گردن انجینر محمد آرو. بله تشکر آقای کریمی، صحبت های شما. ما در قسمت ازی که انجینر صاحب میگن که فرد مثالی مشکلات در دیگه ساحاتی هم وجود داره، درست است. مثلا ساعت خیرخانه، شهر نو یا کارتیسی یا کارتیچار یا مناطق دیگه، بله. اونا راهی بدیل دارن، ما راهی بدیل نداریم. در صورتی که در مکریان آب نباشد این تشنا ما چی رقم استفاده بکنم؟ ما خود نمیتونم که برای تشنا به خود آب معدنی بخرم، درست است؟ بله. یک موضوع آمدیم راجع به انجینر صاحب قبلا گفت که ساعت سبز آبیاری میکنن، شما چه دارین به ارتباط آبیاری؟ چرا چایتان فعال نمیکنین؟ اینا چاها دارن که به خاطر سرسبزی چاهایی دارن که هم اصلاحات جوی داره مطابق اونم یک نرم قبلا این ساعت کلش آبیاری میشد. اما متاسفانه چون اداره فوق العاده ضعیف است، اشخاص فنی در اونجا کار نمیکنه، اینا اصلا خبر نداره که این چایی که به حساب آبیاری است. اصلا در مکران که چای آبیاری داره، یک روز ما برشان میرم برشان میگم که برادر این مشکلات در اینجا است، مرا به قماندانی امنیه معرفی کرده، این مکتوبش است، میتونین بگیرین. با چی دلیله؟ با دلیل از اینکه من کسی هستم که در به خاطر همین مشکلاتی که در سطح مکریان به وجود آمده، درست، ما میخواهیم که یک راه بدیل براش پیدا بکنیم. ما یک گروه واتساپ در سطح مکریان درست کردیم به نام راه حل مشکلات مکریان اول. بله. ما مردم در اونجا تمام مشکلات ما که از قبلا انجینر صاحب فعلا در اون گروه تشکیل دارن، عامر صاحب حوزه، عامر صاحب امنیت،
تمام اراکینی که بسط رئیس ناحیه در اونجا هستن، ما تمام مشکلاتی که پیدا میشه از این طریق اون گروپی را حل میکنیم. متاسفانه جناب رئیس مرا به قماندانی امنیه به تحقیقات جنایی معرفی کردم، میره برام بگه که بر روی کدام اسناد، بر روی چی تو مرا به قماندانی امنیه معرفی کردی؟ به خاطر اینکه من صدای خود بلند میکنم، مشکلات مردم خود بلند میکنم. اگر شخص خود من باشم هیچ مشکل ندارم در خانه خود، من آب امیال در خانه خود دارم، واتر پمپ دارم در زیر بلاک، مستقیم چالانش میکنم، 10 دقیقه بعد من مشکل خانه مال است، سولار دارم در خانه خود، برق من چالان است، هیچ مشکل ندارم. اما مشکلی کسی، ما چون وکیل یک منطقه هستم، بله، مردم ها مشکلاتشون پیش من میاد. شما باور به خدا کنین بالفاظ برای ما یاد میکنن که من نمیخوام که موضوع تکرار بکنم. و یک موضوع دیگر هم براتون خاطر نشان میزنم، ما در سطح مکرویان یک شورا داریم به نام شورای اجتماعی مردم مکرویان. متاسفانه این شورا بلیگوی رئیس صاحب است. از طریق همین تریبیون براشون میگم، 4 نفری که اونجا هست، بله، اینا بلیگوی رئیس صاحب هستن. تشکر. از آقای رحیاب چرا اینچنین برخورده؟ خدمتتون به عرض برسانم که ما در دفاتر ما همیشه به روی مردم ما باز است. ما روی ما با مردم مکرویان روی دوستانه و برادرانه است. شب و روز در خدمتشان قرار دارم. بله. میمونم موضوع خدمات شاید و باید انجام شود. 370 میلیون مردم مکرویان از درک مرکز گرمی و سایر خدماتی که برایشان انجام شده مقروض هستند. بیاین خیر یک لطف بکنن، حداقل یک 200 میلیون شخو بپردازن که ما بتوانیم توسط اونمو پول خدماتی که شایستهشان از برشان انجام بدیم. شما باور بکنین بزرگواری که در او بلاک زندگی میکنه، ما با تمام احترامی که با جنابشان دارم، بزرگواری که زندگی میکنه، ما همی یک ورق تکت باقیات شکروان میکنیم دست یک کارگر خود، کارگر ما به قفاق زده میشه، کارگر ما توهین میشه، کارگر ما تحقیر میشه. و اینمی شما باور کنین، ما میمونه موضوع مرکز گرمی که واقعا مشکل مرکز گرمی نبانن بجاش. آقای کریمی گفتن که صداشان بلند کردن، شما معرفیش کردین به فرمانده پلیس کابل، چرا؟ اگر هر کسی صداشا بلند بکنه و شکایت بکنن که خدمات درست نیست، شما معرفیش میکنین؟ این مورد خب ما نمیتونم، ما چون یک آدم فنی خب و تکنیکیستم، یک آدم فنی و تکنیکیستم، بله، ما با وکالت از این مورد صحبت کردن نمیتونم. و ما میمون خانه ها در مکرویان شخصی درست شده، بزرگوارا که مرا میبینن میفهمن. وقت ما تمام است. تشکر. سپاس از اینکه شما حضور یافتین به برنامه. ممنون شما. وقت نو هم وقفه داریم. ادامه برنامه در کابل چه مکسرت خوش آمدید. شماره از پایتخت نشینان از آنچه که افزایش بی‌نظمی ها و ازدحام ترافیک در جاده میدان هوایی کابل میگن شکایت دارند. بسیاری از آنان میگن که بسیاری از بخشای این جاده به محل ایست غیرقانونی موترها مبدل شده است و از یک چهارراه تا چهارراه دیگر باید ساعت‌ها منتظر بمانند. شمار دیگر از آنان میگن که بسیاری وقتا شمار از مقام ها در این جاده خطر ایجاد میکنند و آنان مجبورند تا پیاده از این جاده گذر کنند. جاده میدان هوایی کابل، بسیاری از بخش‌های اطراف چهارراه این جاده به محل ایست غیرقانونی موترها مبدل شده است. ظاهراً موترهای لینی در این میان بیشتر این موترهایی است که در روی جاده توقف کرده‌اند. اینجا بیروبار میشه، مردم با نیم ساعت، 15 دقیقه، یک ساعت بعد بند میمانه، فامیلی کسی مریض میباشه، کسی مشکل داشته میباشه، بعد و موسر وظیفه‌اش به مشکلاتش رسیده نمیتونه. اگر مقامات از ایراد دیده بیر میشه، زیاد وقت رو بندان میباشه و دیگر این سرک پایین که است، پایین چرایی، او مترک طرف میدان میره، با خاطر از او رو بندان میباشه، اوش بسیار رو بندان زیاد است. ازدحام ترافیکی زیاد است، شاید که بی‌نظمی و گپا هم از طرف باز دریورای مراحت نمیشه و هم از طرف باز کسایی که مسئولیت سرک دارن، یام شاید که تا اندازه یک ذره کندی بکنن. این مرد یکی از راننده هایی است که میگوید 15 سال است مشغول رانندگی در مسیر این جاده است و ادعا دارد که روزانه بیشترین وقتش در ازدحام این جاده سپری می شود. 2 ساعت یا 1.5 ساعت هر کدام اینجا بند میمونند. همینطور که به طرف چاره مسعود میری، اونجا کمربند است، تلاشی در رگ نیست که تلاشی کنه، اما فقط موتورا را استاد کرده است، بیروبار انداخته است و باز خلاص. میدان مستقیم بسازه ببرش آخر کمپ،
موتر که مثلا مستقیم میدان میره باید خط سیر جدا باشه، مردم کشور میره سرای شمالی میره مسیر جدا باشه. اما شماری از رانندگان موترهای لینی میگویند که علت ایست بیجای موترهایشان نبود ایستگاه های موترف است. ترافیک میاد، پلیس میاد، بس ها به پنچر میکنن، دیگه میکنن، مگر ما راه و چاره نداریم. به خاطر از این راه و چاره نداریم، ما را نمیگن اینی جاده تان است، مشخص است، اینی جستاد بکنه. ما سابق و نوترف بودیم، این مارسیدیس های لین میدان کار میکنه و نوترف بودیم. از اون طرف سر چارایی ها ما را دواندن، این بیدست آوردن. از این بیدست هم که نمی قبیر بار میبینی عسکر ترافیک به ما جور کرده. اگر نمی سابق سر چارایی میرفتیم، اگر میمانیانه میمونم چارایی که پاس میکردیم برو بخیر. ریاست عمومی پلیس ترافیک کمکاری ها در حل چالش های ترافیکی در این جاده را میپذیرد، اما میگوید که خلاف ورزی از قانون پلیس ترافیک از سوی رانندگان علت اصلی بی‌نظمی های این جاده است. پلیس ترافیک افغانستان مصمم هست که یک شهری که برنامه های ترافیکی را به شکل آگاهانه باید مراعات بکنه با وجود بیاره در راستا ما کار میکنیم، ولی در اینجا مسئولیت تقسیم میشه به این مفهوم که در ارتباط با تطبیق برنامه ها مسئولیت های اداره پلیس ترافیک هم مشخص است و مسئولیت های اداره محترم شهرولی هم مشخص است و بالاتر از همه مسئولیت راننده های محترم مشخص است. شما ببینین هر قدر که شما تلاش بکنین تا زمانی که راننده ها مسئولانه در رانندگی نکنه تا او زمان جلوگیری از همچه حوادث مشکلتر شده میره. به گفته این مسئولان پلیس ترافیک، این اداره روی دیجیتال سازی خدمات ترافیکی در کشور کار دارد و با عملی شدن آن بسیاری از چالش های ترافیکی حل خواهد شد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سید نورالله مراد، رئیس عمومی پلیس ترافیک. سلام، خوش آمدین آقای مراد. سلامت باشین، تشکر. ممنون شما. یک بار دیگر شکایت از بی‌نظمی ها و ازدحام بیش از حد ترافیک، نه تنها جاده میدان هوایی کابل، بسیاری از جاده های کابل در حال حاضر با همین بی‌نظمی ها و ازدحام ترافیکی مواجه است. میخوام بپرسم از زمانی که شما آمدین با اصلاحاتی که ایجاد کردین چه تغییرات آمد؟ در کجاها کار شما موثر تمام شده؟ تشکر. بیشتری جوابم به شما برمیگردد چون شما سوال میکنین، ولی ما امیدواری ما ای است که به مو حدی که در ارتباط به کارهای ما شما کنجکاو هستین، ما توقع داریم که در ارتباط به کارهایی که اجرا شده هم شما باید گزارش داشته باشین. متاسفانه که چنین چیزی را ما شاهد نیستیم، به این مفهوم که طبعا تقاضا در افغانستان و بالاخص در شهر کابل در ارتباط به رفع ازدحام ترافیکی به حد زیاد است، ولی امکانات و ظرفیت ها به حدی نیست که ما پاسخگوی از این مشکل به آن واحد باشیم. ما در موارد قبلی هم خدمت شما عرض کرده بودم که ما روی برنامه های طویل المدت و قصیر المدت کار میکنیم. البته برنامه‌ای که قصیر المدت است و روی ازو کار شروع شده، الحمدلله که نتایج مطلوب را تا حد بالای ما به دست آوردیم، ولی از شما گله داریم ای که به امو حدی که ما تانستیم که مشکلات را به نحوی از آنها با استفاده از تکتیک های مروج و غیر مروج حل بکنیم یا کم بکنیم، او را شما متاسفانه انعکاس ندادین. به چی مفهوم؟ به این مفهوم که شما دقیق بیادم است که در اولین مصاحبه که ما با شما داشتیم سوال شما در ارتباط به راهبندان ساعتهای ترافیک بود، ولی امروز از او گپ خبری نیست. شما در او وقت سوال داشتیم که نکتای را شما مشخص می کردیم که بالاتر از 10 نکته در شهر کابل بود، ولی امروز شما سوالات شما متمرکز از سر 2 یا 3 بخش عمده شهر کابل. البته من سوالای دیگر هم دارم، صحبتاش تکمیل شما با شما بشارم میکنم. ما به خدمت استم، ولی ما به اصطلاح تارزن نیستیم که به آن واحد داخل شویم و مثل سپایدرمن پیش بریم و نتیجه کار 1 ساله یا 2 ساله را در ظرف چند ماه ما به نمایش بگذاریم و او را عرضه بکنیم به مردم.
در ارتباط به راه بندانهای طولانی که وجود داشت، فعلا شکر خداست به او حد وجود نداره. در ارتباط به مشکلات ترافیکی که ناشی از تولید دود بود و ناشی از یک سلسله تخلفات بود و ناشی از زد و خوردهای فیزیکی بود، او مسائل حل شده، ولی هنوز هم ما رای طولانی در پیش روی داریم. و دلیلی که ما رای طولانی داریم، او را خدمت شما قبلا هم عرض کرده بودم، او ایست که ما نیاز داریم فرهنگ شهرنشینی و شهروندی را تغییر بدیم. به خاطر از اینکه ما بتانیم یک شهروند را، اگر او راننده هست، اگر او پیاده رو هست و هر کسی که شامل از جمله مشمولین ترافیک هست، ما باید زمینه را به این مساعد بسازیم که مسئولانه هر کس فکر بکنه که کدام کارا و مقررات و مسئولیت های است که او خودشان باید انجام بده. درست اینمی لحظه که من می آمدم از دو چهارراهی تیر شدم، ساعتم 9 شب است و در دو چهارراهی می دیدم که وسایط بسیار به سرعت و به شکل بی حد بی رویه از دست مخالف حرکت می کردن و توقف نمی کردن. و خود تا مشکل ما این است که نمی تانیم تا نیمه های شب یا تا آخر شب ما پلیس ترافیک به جاده توقف بتیم و استاد بکنیم و او را راهنمایی بکنن. طبعا شما مسئولیت دارین وقتی شما به جاده میین به طرف راست خود حرکت بکنین و چهارراهی شما دور بزنین. این چیزایی است که به عنوان فرهنگ شهرنشینی و به عنوان فرهنگ رانندگی باید برای از این مردم رسانیده شود. بله. که این مسئولیت شماست. این ما از شما سوالات دیگر خواد داشتیم که چی کار باید شوم. مثلا جایی که شما میگین که خب نقاط زیاده بود که ازدحام ترافیکی بود، اکنون نیست. اگر شما به طرف دشت برچی برین از جریان روز بعد ساعت 8 لااقل، باید تمام روز بیکار بانین که بتونین تا اونجا رفت آمد بکنین و دوباره پس بگردین به دیگر نقاط شهر کابل. سرای شمالی مثال دیگه اش است. کوتی سنگی ازدحامی که در اونجا در هیچ جای کابل دیده نمیشه. دی افغانان بعد خود زیرزمینی جاده خود وزیر محمد اکبر خان، اگر شما ساعت‌های 10 و نیم بجا بیاین ببینین وضعیتش چه قرار است. چاره انصاری شهر نو کابل از طرف دیگر وضعیت آنقدر خراب است که مردم دل نمی‌کنه از این راه‌ها عبور بکنن. پس در کجاست نتیجه کار شما؟ شما ما پیشتر گفتم که شما محاسبه را به نحوی بکنین که منطبق با شرایط باشه. شما کوتی سنگی را مثلا نام گرفتین، شما روی پلازه را و دی افغانان را نام گرفتین و یک تعداد جای دیگر که من مجددا تکرار نمی کنم. به مراتب شما برین به کوتی سنگی، شما وقتی می رفتین نیمی را کراچی گرفته بود و نیمی را توقفگاه وسایطی بود که به هر طرف می رفت و نیمی رای دیگه که برای یک قسمت کم را که برای وسایط می ماند، او را آبرین از او استفاده می کردن. شما در اونجا به ازدحام روبرو می شدین. حال شما برین به او شکلی که قبلا بود نیست، ولی ما ادعا نمی کنیم که همه چیز گل و گلزار شده، صاف شده است. در صاف شدنش باز من خدمت شما عرض می کنم که ما جاده را صاف می کنیم، ما کراچی ها را دور می کنیم با همکاری اداره محترم شهروالی، کراچی ها دور شده. ولی این چیزی است که مسلسل باید این کار پرکتس شوه، این باید ریهرسل شوه و این ریهرسل از این کار ما نیست، ریهرسل از این کار مردم است که مردم باید متوجه از این شوه که زمانی که ما کراچی رو برای ایجاد استفاده میکنم پس از کجا وسایط بگذره و نمیشه به خاطر هر فرد و به خاطر هر کراچی. اینا شما میفهمین، من میگم که شما چشم پوشی نکنین، اینا شما میفهمین که مشکل در افغانان چیست، اینا شما میفهمین که مشکلاتی که ناشی از منجر به این حالت میشه ناشی از چیست. شما هم میدونین که پلیس ترافیکتون پول میگیره و در جاده ها اجازه میده که موترها استاد شوه و اینا سواری بالا بکنن. من از شما توقع ما چندین مرتبه ای بوده که بیاین از ادعا بیرون میشیم. ما اول رد نمیکنم وجود فساد و وجود پولگیری را، هست تمام مسائل در افغانستان است، ادارات افغانستان در مجموع مواجه با یک سلسله مشکلات هست. بله، بله. ولی به این شکل نیست که شما میگین که پول میگیره و سایت استاد میکنه، به این شکل نیست. خب اگر این گونه نیست که پس یک راننده چطور جرات میکنه در سرک عمومی موتر خود استاد بکنه و سواری خود بلند بکنه؟ مثلا ما از این جاده سرای شمالی روز گذشته گذشتم از اونجا، نمونه‌هاش البته زیاد است، تنها یک شب میگم که روبروی امی ثبت احوال نفوس هم هستم، جاده عمومی هستم، موترها دو لاین حتی استاد هستن تا سواری را بدانن که بگیرن، پلیس ترافیک هم است، اما هیچی برشان نمیگه. چرا؟
به همون شکل یا جرأت میکنه، شما جرأتش سوال کردین که یک نفر جرأت میکنه که بیای پلیس ترافیک لط بکنه و شما از این ویدیوها رو هم نشر کردین، به همین شکل جرأت میکنه که یک نفر در ملأ عام یک سر در ملأ عام میه زمین غصب میکنه و در مقابل از او کسی چیزی گفته نمیتونه، به همون شکل جرأت میکنه مثل که یک نفر میه تفنگچه رو میگیره یک نفر در سر عام در ملأ عام میکشه و فرار میکنه. این چیزی است که معمول هست در شهر. شما توقع از این را نداشته باشین که ما از شهر کابل شهر پاریس جور بکنیم. البته توقع داشته باشین. او در صورت است که ما شرایط و حالت را از اساس و از زیربنا به مو شکل آماده بسازیم. امروز ما افراد داریم که از ولایات آمدن به داخل شهر رانندگی میکنن، به شهود برای شما میگم لایسنس نداره، واسطه را نمیفهمه، حتی بسیار به مشکل میفهمه که باید حتما به طرف راست جاده حرکت بکنه و ایران معلومات نداره که اگر در راست جاده برشان زمینه برابر میشه نمیشه، حق نداره از طرف چپ حرکت کنه، در راست نشد از طرف چپ میره. این کل از این یک برنامه، این به برنامه نیاز نداره، این به این نیاز داره که در مقابل از یا از خشونت بالاخره کار گرفته شه، ولی ما نمیتونیم از خشونت کار بگیریم. یعنی تمام امکاناتی که در ارتباط با مدرنیزه سازی سیستم ترافیک در افغانستان باشه، ما قبلا عرض کردیم مجددا روی ازو نمیرم، تمام ازو را ما آماده ساختیم و روی ازو ما کار کرده رایستیم، ولی ای که چطور ما بتانیم که امی فرهنگ ذهن نشین بسازیم و برای مردم به شکل تزریق بسازیم که او خودشان مسئولیت بکنن، در این ارتباط هم آهنگی ادارات بالاخص ادارات تعلیمی و تربیتی، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، اداره محترم شهرولی و تمام اداراتی که در این راستا دخل هستن، ایان ما نیاز داریم که یا همکاری بکنن یا کمک بکنن، مردم را تفهیم بکنن که باید یک سلسله مسئولیت‌ها را بپذیرن و به عنوان شهروند مسئول ارزش اندام بکنه. بله، سوال دیگری که ما میخوایم داشته باشم که کار که شما آغاز کردین روی دیجیتال سازی خدمات ترافیکی میخوایم بپرسم، یک مثلا چراغای ترافیکی را روی از این برنامه شما جزئیات داشته باشین، همین شما روی فرهنگ اومدین صحبت کردین، چراغای ترافیکی زمانی که در چراغ شهید شهر کابل در اونجا نصب شده بود، من عملا خودم شاهد بودم، از همینجا شب میرفتم به طرف خانه یا روز که میامدم، مردم تا اندازه دیگر یاد گرفته بودن و اگر چراغ سرخ میشد همه موتورها استارت میشد، اما این چراغ‌ها دیگر خراب شد و موتورها هم به شکل عادیش دیگر رفت آمد میکنن. با این وضعیت اگر باشه، پس فرهنگ همچنانی که ما انتظار داریم قرار نیست دیگر که بالای همگی تطبیق شود و همگی بدانند که چی باید بکنن. اما شما اتفاق داریم روی این موضوع که هم ما مشکل داریم، مشکلات تکنیکی داریم و هم ما مشکلات فرهنگی داریم، هر دو دست با هم داده این مشکلات به میان آورده. تا زمانی که ما در ارتباط به حل موزل ببینیم، یک موضوع را ما باید عرض بکنم، خدا کنه که کس ناراحت نشه، و ای است که روی اساسات کار ما نمی کنیم. یعنی در تمام مواردی که ما میبینیم در اونجا یک سلسله مشکلاتی وجود داره که به مو عنوان ضرب المثل عامه که ما میگیم قلخ مانده از آب میگذریم، به او شکل نمیشه. باید هم آهنگ شوه، باید تشریک مسائی به وجود بیایه تا که مسائل تکنیکی را دولت حل بکنه و مسائل آگاهی عامه را دولت حل بکنه و در ارتباط با پذیرش مردم باید روی نرم پیدا بکنه. شما ببینین زمانی که شما یک واسطه را بنابر یک تخلف شما او را توقف میتین و او را جریمه میکنین، ده ها نفر دور شما را میگیره و بر شما میگه که آدم غریب است، برای ازو جریمه نتی. در کجای دنیا هست شما بر ما بگوین؟ یک نفر میگه که برادر خودت مرا جریمه کردی، 200 افغانی ما طال 40 افغانی کار نکردیم، اسنادم ندارم، مدارکم ندارم، موترمم درست است، چراغایمم درست نیست و لایسنسم ندارم و جواز سیرم ندارم و 10 سالم باقی دار هستم ولی پولم ندارم برای خود بپردازم و در روی جادام میرم و اگر خودت مرا جریمه میکنی مقال مقالم میکنم. ببینین؟ اما این اکثریت نیست. این اکثریت است، اینا با ما بپذیرین. ما یک اشتباه داشتم قبلا پیش از اینکه ما عملا در کار شروع بکنم و ما دمی تریبیونام گفتیم که مشکلات عمده را زورگویا به وجود آورده، ولی در ترافیک قسم نیست. مطمئن باشین ما زورگویا را در قدمه بعدی ماندیم، ولی بزرگترین مشکل برای ما وسایط تاکسی، وسایط باربری و وسایط مسافربری ایجاد کرده که اصلا تابع هیچ گونه قانون نیستن و زمان شما یارا مجازات میکنین در ارتباط با مجازات صدها سر و صدا بیرون. خب راه حل
رای حل خدمت شما عرض کردم که در اینجا نیاز به این هست که مردم مسئولیت خود درک بکنه و ما در ارتباط به خود فعال شیم. ما ادعا کردیم و این ادعای ما ثابت است و هر زمانی که شما در ارتباط به ادعای ما سوال داشتین ما در خدمت شما هستم. او این است که ما تمام آمادگی های لازم را در ارتباط به عرضه خدمات ترافیکی آماده ساختیم. لوایح تغییر کرده، مقررات تغییر کرده، طرز العمل ها تغییر کرده، سیستم روی ترافیکی تغییر کرده، سیستم مجازات تغییر کرده، ولی روی مردم هنوز در ارتباط تغییر نکرده که ما جدا به این نیاز داریم که آگاهی عمر بالا ببریم. تشکر سپاس از اینکه شما حضور یافتین. سلامت باشین. در پایان هم بیننده چند گزارش دیگر باشد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. پشت در ریاست بررسی از تطبیق قوانین بهداشتی وزارت صحت عامه، گروهی از افرادی که برای تایید سندهای بیماریشان اینجا آمدند، اما کمتر کسی موفق به انجام کارش می شود. روز هشتم است که من یک دفعه مرا چید روی میکنه ریاست صحت عامه، بعد از اوکی جمعه از یک شعبه در دیگه شعبه روی میکنه، دیگه نمیشه کار مریض ما نفتیده. معلوم شد که من دفتر ششم روند هستم، شعبه دوم روند هستم. این معلومات بر مردم واضح تر شود، انشالله هم مردم رایش حل همین خوش. وقتی که گنگ میشه، تار میپیچه، مشکلات خلق میشه. این مرد ادعا دارد که برای دریافت پاسپورت از فاریاب به کابل آمده است، اما با سپری شدن 8 روز نه تنها نتوانسته است که تاییدی این ریاست از بیماریش برای دریافت پاسپورت را بگیرد، بلکه سندهایش در این نهاد نیز ناپدید شدند. ورقایم هم دو روز نوبجه دادم گم شده. اینجا کلش واسطه بازی است، رشوت خوری است. یک نفر واسطهش میاره، کارش جور کده میره. به هیچ غیر بدر سوبکی کمیشن کار است، فامیل با قد کس را پیسه بیتی اونم کار تا پیش میبره. دیگه کسی که واسطه داشت اونم مثال کار از اون میشه. دیگه که نمیشه در پشت دروازه ورق قبط اینه مثل ما وارد متو ورقاش گم میشه. به گفته مسئولان این ریاست روزانه تا 900 تن اینجا مراجعه میکنند، در حالی که تنها 9 تن مسئول تایید سندهای مراجعه کنندگان هستند. اکنون که حتی از اوقات کاری این نهاد نیز سپری شده است، اما هنوز هم حضور مراجعانش پررنگ است. این فرد میگوید که 14 روز است از شام تا بام پشت در این نهاد انتظار میکشد، اما تا کنون موفق به دریافت تاییدی از بیماریش نشده است. 14 روز نیمی سرگردان هستیم، بیخ از کل چیز افتیم، کار بار از کل چیز افتیم، سرگردان. اما گفته اون در پول در بانک میریم، تحویل میگیم، کل کار ما خلاص میشه. اما خاطر یک امضا و گفته بایومتریک سرگردان شعبه در شعبه سرگردان است. خوش طریقه دوم رو اگده کردید چه برسه قوانین و طبیعه قوانین و بعد رارس دکتر نغره و خلده یا پسات زمینه برابر کردید. یکی دیگر از مراجعه کنندگان این اداره که برای دریافت فرم بهداشتی برای طی مراحل روند استخدامش در اداره اینجا آمده است، میگوید که مسئولان این ریاست حتی بدون انجام آزمایش های بهداشتی و در بدل پول بر این فرم ها مهر تایید میگذارند. فقط د ټاپې په خاطر باندې نه د معاینه کې نه څنګه ریاست بررسی از تطبیق قوانین بهداشتی وزارت صحت عامه وجود برخی از چالش ها در چگونگی ارائه خدمات در این اداره را میپذیرد، اما بر حل آن تاکید میورزد. امروز جناب وزیر صاحب صحبت کردیم، وزیر صاحب تماس خود با وزارت داخله داشتن، ان قریب ان شاء الله مسئله حل میشه و ما از صبح وقتی که رسمیت شروع میشه که به دفتر خود هستیم با مامورین همکارای خود تا به ختم روز و هیچ روزی هم نشده که مردم جواب کرده باشه مگر کسایی که اونا مستحق نبودن. شکایت ها از چگونگی ارائه خدمات در این ریاست در حالی است که ریاست پاسپورت به علت گسترش همگیر کووید 19 تنها برای افراد بیمار پاسپورت میدهد و باید هر فردی برای اثبات بیماریش به ریاست بررسی از تطبیق قوانین بهداشتی وزارت صحت عامه برود و هنوز از پایان این روند خبری نیست، اما با تماس‌های پیهم قادر به برقراری ارتباط با مسئولان ریاست پاسپورت وزارت امور داخله نشدیم. این مرد که باشنده منطقه دارالامان کابل است، ادعا دارد که مشغول کار در شهرداری کابل بود، اما پس از یک رویداد برق گرفتگی در جریان کار وی را از این اداره برکنار کردند. سرمی وظیفه ما مرا برق گرفت. مرا برق گرفت یک و نیم هفته. من در شبخانه جمهوریت بستر ماندم، بعد از یک و نیم هفته بعد که من آمدم که دریشی من میپوشیدم، بیادر آمر صاحب اوقات میدی بود.
اوقات میدی بید مرا تو ترک وظیفه شدی. او میگوید که 3 سال است برای دریافت کارش دادخواهی کرده است، اما تا کنون هیچ پاسخ مثبتی دریافت نکرده است. وی میگوید که برای 8 سال در این اداره کارمند بوده است. به دادم کسی نمیرسه. یعنی که عریضه کردیم، ما خوراک دارم، ما خرج دارم، ما کرای خانه دارم، ما مشکلات ما بیادر چقدر برای تو بگویم، بسیار مشکلات ما سخت است، ما دستم تکلیف دارم، ما از پایم تکلیف دارم، ما مزدورکاری کرده نمیتونم. خانواده این مرد میگوید که پس از بیکار شدن تنها نان آور خانوادهشان، اکنون با دشواری زندگیشان را به پیش میبرند و برای فراهمسازی هزینه های زندگیشان مجبور شدند تا حتی کودکانشان با ترک مکتب دست به دست فروشی بزنند. شوهرم خودش دمی 3 ماه شد که بشه این وظیفه خود از مای عمله که میگرده دیگه، یعنی عریضه میگه یک دفعه یک جای خرفت دیگه میشارواله سنشکت که تو 10,000 پا بیار، 10,000 پا بیار یا یک ماه مفت کار کو. به ادارات بیادر همین کاغذ پرانی را بوسو کنه بیادر این حالا مثال یکی نیره دو روز بیادر در اونجا میگرده که از دقصیش نیست. بر بنیاد قانون حساسی کشور نیز هیچ اداره نمیتواند کارمندی را به علت غیرحاضری هنگام بیماری برکنار کند. این قانون 20 روز رخصتی سالانه را حق حساسی هر کارمندی میداند. هیچ آمری در جریان 20 یوم حق انفکاک مامور و یا کارمند نداره در مطابقت با قانون. در جریان وظایف اگر کسی مریض میشه در او صورت بیشتر از 20 یوم هم الا صحت یابیشان هیچ رئیس و یا رئیس اداره نمیتونه که در مطابقت با قانون کسی را منفک بسازه. اما شهرداری کابل حاضر به گفتگو در این مورد نیست. این در حالی است که پیش از این نیز برکناری های غیر قانونی و زمانگیر بودن خدمات در بسیاری از اداره های کشور شکایت هایی را برانگیخته است، اما ظاهرا کمتر اصلاحاتی در این مورد آمده است. اینان شماری از باشندگان و وکیلان مکروریان حول کابل هستند. از آنچه که چالش ها در ارائه خدمات بود و باش در این بلاک ها می گویند اینجا گرد آمده اند. بیبرقی و نبود آب دو چالش بزرگ این باشندگان است. مکروریان در یک حالت بسیار رقتبار، اسفناک و حتی وحشتناک از ناحیه ارائه خدمات قرار دارد. نبود برق منظم، نبود آب، نبود مرکز گرمی با در نظر داشت اساسات و ویژگی های ساختمان از این بلاک ها در طول زمستان واقعا درد را با استخوان مردم رسانده. مکرویان ها بدون آب شما میدانین که فلج است. مکرویان بدون آب زندگی دماوینش مشکل است. در منزل های 4 ماه قطعا او نمیرسه میاله، 5 خو بیخی بیچاره برشان نمیرسه. غیر فعال بودن مرکزگرمی های این بلاک ها هست شکایت های دیگر این باشندگان است. آنان ادعا دارند که 2 سال است این چالش وجود دارد، اما هیچ کسی به آن رسیدگی نمی کند. 2 سال میشه که مرکزگرمی ما چالان نیست. یه از سال های پیش هم که بود از مکرویان 4 در اینجا بود که از طرف روز گرم نمیشد، از طرف شب شیر گرم میبود. این مشکل خیلی با کی بگیم دیگه؟ بعد این مردم میریم خو میگن و خلاص، هیچ اجراعات نیست. باید بزرگترین فرصت دولت یک تصمیم بگیره. این باشندگان میگویند که سالانه هر بلاک تا بیشتر از 4,000 افغانی در بدل خدمات آب و کانالیزاسیون میپردازد، اما با سرازیر شدن فاضلاب به محوطه بلاک هایشان و نیز افزایش ناامنی ها زندگی برایشان در این منطقه دشوار شده است. کهنسال ما تیر می شود، لباس دور از ما بی نماز می سازه. اگر یک طفل خرد ما تیر می شود، او را مثلا دانه ها به دسته مردم می برایه. مشکل اساسی در این است که اینا یک کمک بیدار شوند، یک کمک احساس پیدا بکنند به خاطر خدمت به ریزی وطن. ما پیشنهاد کردیم به خاطر امنیت مکرویان که یک دیوال احاطه شود و اونا را حفظ مراقبت در نظر نگرفتند. اگر این می دیوال احاطه شود و 4 زون دروازه شانده شود، از طرف اوزه کدام مسئولین یا خود مردم همکاری کنه، شاید جلوی ناامنی ها گرفته شود.
اما مسئولان تصدی مراقبت از مکروریان ها با رد ادعاهای این افراد می گویند که این تصدی با فعالسازی ذخیره آب تپه نادرخان با گنجایش 2 میلیون لیتر آب چالش های کمبود آب این بلاک ها را حل کرده است و نیز در تلاش تجدید شبکه مرکزگرمی ها تا سال آینده است.